مردم خشمگین زاهدان عصر روز گذشته در اعتراض به قتل یک جوان توسط مزدوران لباس شخصی تجمع کردند و به مزدوران و خودروهای نیروی انتظامی حمله کردند. جمعی از هموطنان عرب در منطقه قیزانی اهواز در اعتراض به شرایط وخیم معیشتی روز گذشته با آتش زدن لاستیک جاده اصلی را بستند. یک کارگزار رژیم به نام امیدعلی مسعودی به شکست پروژه پیامرسان داخلی اعتراف کرد و گفت تنها 4% از پیامرسان سروش استفاده می‌کنند. کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران در ایستگاه شهر ری در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و واریز نشدن 10 ماه حق بیمه دست از کار کشیدند. خبرگزاری آلمان گزارش داد روابط تجاری ایران و آلمان 50% کاهش یافته است. لیز چینی نماینده کنگره آمریکا: اطلاعات محرمانه‌ای که به ما گفته شده از رژیم ایران یک تهدید معمول نیست. ما قرار نیست به سادگی از کنار آن بگذاریم و به آن اجازه دهیم دست به اقداماتی بزند که نفرات ما را به خطر اندازد.